قصه این مرد از دیگران جداست. او همه روزه هزاران متر پیاده می رود تا دخترانش بی سواد بار نیایند. این پدر در راه آموزش دخترانش احساس خستگی نمی کند. او آرزوهای بلندی هم برای دخترانش دارد. هر بار که دکتری به اینجا می آید، دوباره می رود و ما مشکلات زیادی داریم. می خواهم دخترانم دکتر شوند و به مردم پکتیکا خدمت کنند. خوشبخت هستند که اجازه آمدن به مکتب را دارند. شانسی که بسیاری از دختران در ولایت پکتیکا از آن محرومند. دختر کلان خانواده دوره رهنمایی یا متوسطه است. نگران است که درسش ناتمام بماند. پدرمان پیر شده و شاید نتواند با ما برود. باید اینجا نزدیک به ما مکتب ساخته شود تا ما بتوانیم با آموزش ادامه بدهیم. دیگر دختران هم باید درس بخوانند. پدر روزی طبق معمول منتظر است. اما این بار می خواهد ثمر یک سال رفت و آمدش را ببیند. امروز نتایج امتحان سالانه اعلام شده. لبخند رضایت از نتیجه‌ای که به دست آمده. روزی و ساهره به صنف هشتم و جنته به صنف ششم کامیاب شدند. کم نیستند دخترانی که رفتند به مکتب برایشان آرزو باقی میماند. به اساس آمار وزارت معارف بیش از 2 میلیون کودک دختر در افغانستان به مکتب نمی روند. 60% همه کودکان محروم از آموزش. به دلیل بدامنی و سنت های دست و پاگیر. روین رهنوش، BBC، کابل.